آشپزخونه سی ان جی خوش اومدید. من کیمیا هستم و قراره امروز در برنامه کیکلند بهتون یاد بدم چطوری میتونین اون مافینای خوشمزه‌ای که تو کافی شاپ سفارش میدین و از خوردنش لذت میبرین و تو خونه های خودتونم درست بکنین. پس با من همراه باشید. خب حالا بریم ببینیم که برای درست کردن این کیک‌های خوشمزه به چه چیزایی احتیاج داریم. اما قبل از اون یادتون نره فرتون رو با درجه 175 درجه سانتیگراد بذارین که گرم بشه. امروز من میخوام براتون مافین بلوبری درست کنم و روش رو میخوام براتون یه حالت کرانچی بکنم. این کیک‌ها بسیار لطیف و خوشمزه است و روی اینا چون حالت کرانچی و خشک داره یه دو تا تکسچر متفاوت رو شما میتونید توش تجربه بکنید. برای درست کردن این مافینا البته ما به بلوبری احتیاج داریم، دو پیمونه آرد احتیاج داریم، یک پیمونه شکر احتیاج داریم، خامه، کره، سه تا تخم مرغ، کره آب شده و وانیل، بیکینگ پودر و دارچین. اولین کاری که میکنیم تخم مرغمون رو به اضافه شکرمون میریزیم توی مخلوط کنمون و اجازه میدیم که حسابی با همدیگه مخلوط بشه، رنگ تخم مرغ و شکرم روشن بشه و سبک بشه به اصطلاح خودمون. بعد هم بهش خامه و وانیل رو اضافه میکنیم، اجازه میدیم یکی دو دقیقه دیگه همینطوری با همدیگه مخلوط بشن و هم بخورن. خب الان من چیکار میکنم؟ تخم مرغمو توی همزنم میشکنم، سه تا تخم مرغ داشتیم دیگه، خب این میره کنار. شکر رو بهش اضافه میکنم. یه نکته دیگه هم که بهتون بگم اینه که توی این مرحله وقتی که همزنتون رو میخواین دور روشن بکنین، اول با دور کم اجازه بدین تخم مرغ و شکر یه مقدار با همدیگه میکس بشه، بعد دورش رو بالا میبریم، سرعتش رو بالا میبریم و میذاریم که فرم بگیره. خب الان به اون حدی که من خواستم رسیده، تخم مرغ و شکر با هم دیگه قاطی شده. حالا دورش رو سرعتش رو میبرم بالا و اجازه میدم پف کنه و حجمش دو برابر بشه. این دیگه الان آماده است برای اینکه خامه و کره و وانیل هم بهش اضافه بشه. یه مقدار دورش رو تمیز میکنیم باز این لیستک هایی که داریم. خب الان من بهش خامم رو اضافه میکنم، یک سوم پیمانه خامه داشتیم، یک سوم پیمانه هم کره آب شده داشتم، به اضافه یک قاشق چایخوری وانیل، یه ذره بیشتر اشکالی نداره. خب الان اجازه میدم به اندازه یک دقیقه دیگه این مواد با هم دیگه ترکیب بشه. خب الان مخلوط تخم مرغ و شکرم به اون حجمی که دلم میخواست رسیده و آماده شده. من اینو الان جدا میکنم ازش. خب مخلوطم رو میریزم توی ظرفی که گذاشتم اینجا دارم. قبلش یه مقدار همش بزنین که مطمئن بشین از این
مایه چیزی کف ظرفتون نچسبیده که گلوله گلوله بکنه کیکمونو. حتی یه ذرهش هم از دست ندید. اینجا باید خساست نشون بدی. خیلی خوب. اینم از این. خب الان وقت اینه که مواد خشکمو. دو تا پیمونه آرد داشتم، یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر داشتم و نصف قاشق چایخوری هم بیکینگ سودا داشتم. وقت اینه که الان اینا رو بریزم داخل مواد ترم بکنم توی سه مرحله. یه دفعه همه رو نریزین توش. وقتی که علکش میکنین توی سه مرحله میریزین، هوا واردش میشه و حسابی پف میکنه. خب اینو من علکش میکنم. با هم دیگه مخلوطش میکنم به آرومی. اصلا عجله نکنین. حوصله داشته باشین وقتی که دارین کیک و شیرینی درست میکنین، اگر که میخواین نتیجه خوبی بگیرین. همینطور حالت دورانی اینو با هم دیگه مخلوط کنین تا جایی که دیگه گلوله های آرد داخلش نمونه. یواش یواش داره غلظت میگیره. یه مرحله دیگه. و دوباره همون کار رو تکرار میکنم. دوستان این کیک بسیار خوشمزه است. حالا درسته کیک توش شکر داره، ولی از بلوبری و میوه که استفاده میکنیم یک کمی سعی میکنیم حالت هلسی ترش بکنیم. اما اگه بلوبری دوست نداشتین، شما میتونین از رازبری استفاده کنین، میتونین از موز استفاده کنین. اگه اصلا میوه دوست نداشتین، میتونین توش رو ناتس بریزین، چاکلت چیپس های سفید یا قهوه‌ای استفاده کنین بریزین. دیگه یک کمی خلاقیت داشته باشین، اون چیزی که دوست دارین رو میتونین از توش در بیارین. ولی دستور کیک مافین پایه همینیه که الان من دارم بهتون یاد میدم. من آخرین مرحله آردم هم اضافه میکنم بهش و مخلوطش میکنم. مواد این کیکمون، یا بهتر بگم مافینمون، غلظت زیادی داره. نگران نباشید که فکر کنین که الان دارین یه کاری اشتباه انجام میدین. اصلا اینطوری نیست. خب این از مواد کیک من که الان مخلوط شد و آماده شد. حالا اینو میذارم کنار، اینم میذارم کنار. توی یه ظرف دیگه کره دارم به اندازه یک قاشق غذاخوری، حالا یه ذره بیشتر اشکالی نداره. کره ای که یه مقدار فرم داشته باشه، خیلی نرم نباشه. یه قاشق غذاخوری هم شکر قهوه‌ای دارم بهش اضافه میکنم. یه مقدار به اندازه یه قاشق چایخوری هم بهش آرد اضافه میکنم و یه قاشق چایخوری هم دارچین. خب اینا رو با قاشق یا چنگال با همدیگه مخلوط میکنین که حالت کرامبلی و زبر به خودش بگیره، گلوله گلوله بشه. بعد که کاپکیک هامونو ریختیم داخل قالباش، اینو برای روش استفاده میکنیم. عطر دارچین که دیگه آدمو مست میکنه. اینم میذارم کنار. قبل از اینکه
کیکامون رو بریزیم داخل قالب، یه مرحله خیلی مهم دیگه داریم. اون چیه؟ اون اینه که بلوبریامون رو با یه مقدار آرد حسابی آغشتش کنیم. خب این کار باعث میشه که بلوبریا و آرده داخل کیکمون معلق بمونه، نه اینکه بره بچسبه به کف قالبامون. این آرد مثل یه چسب در واقع اینجا عمل میکنه. اینا رو حسابی با هم دیگه آغشته میکنیم. و بعد به مایع کیکمون اضافه میکنیم. خب من یه مقدار از این بلوبری ها رو برای تزیین روش نگه میدارم، یه مقدار خیلی کم. با هم دیگه حسابی مخلوط میکنیم. سعی کنین از بلوبری های یه مقدار درشت‌تر استفاده کنین، چون وقتی که پخته میشه آبشون که در میاد یه فرم و شکل خیلی خوبی به کیکمون میده. خیلی خوب، الان این آماده است که قالب گیری بشه و بریزیم توی قالبای خود مافینامون و دیگه بذاریمش داخل فرم. برای قالب زدنش هم از همین قاشقای بستنی استفاده میکنیم. خب این کیکامون رو الان با قاشقمون قالب میزنیم. وقتی از این قاشقای بستنی استفاده میکنین دیگه همهشون تقریبا یه اندازه میشه، اما اگه نداشتین هم از قاشق معمولی میتونین استفاده کنین، مثلا حالا چیز خاص و مهمی نیست. همینطوری که دارم اینا رو قاشق میزنم این بلوبری ها بعضیشون له میشه و رنگ موادم رو ببینید قرمز میکنه، خیلی زیباست. من که بی صبرانه منتظرم این کیک ها آماده بشه و با یه کافی خوشمزه بشینم حسابی ازش لذت ببرم. میبینین چقدر مخلوطمون لذت داره؟ باید همینطوری باشه. معمولا برای کاپ کیک و برای مافین مخلوطامون همینجوری باید غلظت داشته باشه. خب آخرین مافینم هم بریزم و اینم از این کمه دیگه داره این تو، من دلم نمیاد که بخوام حرومش کنم، اینم اضافه میکنم این شکلی. خیلی خوب اینم میذاریم کنار. خب این کرامبلی که درست کردیم و یه مقدار روی دونه دونه این مافینا میذاریم، نه خیلی زیاد چون این خودش کره داره آب میشه و پخش میشه روی سطح مافینامون. اینا رو دونه دونه یه کمی، اگه یه ذره کرتون هم اینطوری مثل کره من الان نرم شد نگران نباشین، چون به هر حال این کره آب میشه و اون شکر قهوه‌ای که داخلشه اون حالت کریسپی که میخوایم رو
کاراملی که میخوایم و به همون میده. همیشه وقتی که من کافی شاپ میرفتم مافینا رو که سفارش میدادم، به غیر از اینکه از خوردنش خیلی لذت میبردم، از این ظاهر خوشگلش هم لذت میبردم، ولی این کراست روش، این حالت کریسپی روش خیلی بیشتر نظر من جذب میکرد. این بلوبری های هم که جدا گذاشته بودیم، من یه چند تا روی هر کدوم از این مافینامون میذاریم. یه کمی فشارش بدین پایین که بیشتر وارد کیکتون بشه. اینا وقتی پخته میشه خیلی خوشمزه است. دونه دونه اینا رو میذاریم. از همین بلوبری استفاده کنین که به آرد آغشتش کردین. و آخرین. همیشه میگن آخری خوشمزه ترینه. خب اینم از این. مافینام آماده است. خیلی خوشگل. آماده است که بره داخل فر. فرمونت با درجه 175 درجه سانتیگراد گرمش کردم زودتر. مافینامو میذارم داخل فر و به مدت 35 دقیقه اجازه میدم که حسابی برای خودش بپزه. خیلی سخت صبر کردن میدونم، ولی مطمئن باشین که ارزشش رو داره. خیلی خوب، کیکای من پخته شد، آماده است. اجازه دادم یه 20 دقیقه موند و خنک شد. یعنی فقط نگاه کنین، رنگو ببینین. بلوبری ها قشنگ پخته شده، آبش در اومده، قرمز، طلایی، عالی، عالی. یعنی دلم خواست شما الان اینجا بودین و یه دونه از این مافینا رو میخوردین که اصلا مزه بهشتیش رو قشنگ تیست میکردین و احساس میکردین. الان میخوام روش یه مقداری از همین آیسینگ شوگرم برای اینکه خوشگلتر و شکیلتر بشه بریزم. اینم از این بی نظیر بی نظیر. یه عطر و بوی اینجا پیشیده که خدا میدونه. و ولا آماده است. امیدوارم که درست کنین تو خونه هاتون این مافینای خوشمزه رو و در کنار خانواده ازش لذت ببرین. با یه برنامه دیگه و یه کیک خوشمزه دیگه به زودی میام خونتون دوباره. تا بعد، خدا نگهدار.